آقای رفسنجانی میدونیم که نقش مستقیمی داشت در انتخاب آقای خامنه‌ای. یک شبه خامنه‌ای به آیت الله رسید و گفتن که امام گفته بوده در سفری به چین آقای خامنه‌ای رهبری شایسته میتونه برای ایران باشه. واقعا با توجه به این سابقه که بین این دو نفر وجود داره، الان چگونه هست رابطه‌شون؟ ببینید، اینها عرض کردم تا 4 سال اول عالی بود روابطشون. بعد از 4 سال دوم یه مقدار کدورت ایجاد شد. حملاتی که با هاشمی در دوران اصلاحات شد، آقای هاشمی رو با آقای خامنه‌ای نزدیک کرد، چون هر دو مورد تعرض قرار گرفتن. در انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای با هاشمی گفته بود شما شرکت نکنید و این رو تلویحاً آقای خامنه‌ای چند بار به زبان آورد. آقای هاشمی گوش نکرد و آقای هاشمی در واقع آقای خامنه‌ای شریک نمی‌خواست، اون می‌خواست یه نفر تابعش باشه عوامرشو. هاشمی که میمد اونم در سن 70 و اندی سالگی دیگه حرفای آقای خامنه‌ای رو گوش نمی‌کرد. اینه که هاشمی شکست خورد. از اون به بعد بین این دو روابط تیره شد. هاشمی اگه یادتون باشه بعد از انتخابات گفت من کسی رو نمی‌بینم که بهش شکایت کنم، پناه به خدا می‌برم. بله. شکایت خدا نزد خدا خواهم بود. خب اینجا به بعد اینا با هم در افتادن. دوبار به خانه فرزندان هاشمی ریختن، اسنادی رو دزدیدن. بعد ماجرای موسویان پیش آمد که اهانت مستقیم به او بود. ببینید وقتی زن آقای الهام، خانم فاطمه رجبی، اون مطالب و علیه هاشمی و دختر و پسرش مینویسه، اینا بدون اجازه آقای خامنه ای نیست. امکان نداره آقای خامنه ای ندونه چه اتفاقی داره میفته، ولی خودش اجازه میده. هاشمی هم به اعتقاد من شمشیر رو از رو بسته. بله. شما خودتون در برنامه خوندید مصاحبهش رو با دکتر زیبا کلام که میگوید من اصلا با ولایت فقیه مخالف بودم. خب این یعنی چی؟ یعنی من با ولایت فقیه اصلا مخالف بودم؟ یعنی خب آقا ولی فقیهه. این است که الان این دوتا رسیدن به مرحله شمشیرکشی علیه یکدیگر و هر روزم ما شاهد بیشتری خواهیم بود از رسوا کردن هم دیگه. دکتر نوری‌زاده، الان خب میدونیم که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری که این مجلسی که از یعنی اصلی ترین وظیفش اینه که رهبر رو انتخاب بکنه، یک قسمت از صحبت‌های رفسنجانی میخواستم براتون نقل قول کنم. میگوید که مجلس خبرگان رهبری اگر بخواهد وارد مسائل شود، در بسیاری از مسائل زیر نظر رهبری میتواند وارد عمل شود. اینه داشته باشید. بعد میگوید مجلس خبرگان اگر بخواهد نهادی ارزشمند در جامعه بماند، نباید فقط در مواقع حساس مثلا در زمان فوت رهبری ایفای نقش کند. آیا به دنبال نقش موثرتری هستی؟ 100 درصد. ببینید، انتخاب آقای رفسنجانی برای ریاست خبرگان سخت مورد اعتراض آقای خامنه‌ای بود. دو سه هفته قبل اینا آماده کردن زمینه رو که جای ایشون کس دیگری باشه. اول نظر بر آقای محمود هاشمی شاهرودی بود که قبلا هم حتی آقای خامنه‌ای اظهار تمایل کردن ایشون به عنوان قائم مقام رهبر انتخاب بشه. بعد دیدن در مجلس امکان نداره هاشمی رأی بیاره. بعد بحث اومد روی آقای یزدی، بعد اومدن صحبت از آقای مصباح یزدی رو کردن. سرانجام هاشمی بلد بود، اگرم دقت کنید به فاصله آرا میبینید خیلی کمه، یعنی معلوم هم هفتش در نفر شب قبل هاشمی دمشون رو دید و برنامه رو درست کرد. اصلا خامنه ای نمیخواست هاشمی رئیس خبرگان باشه، چون هاشمی رفسنجانی با همین خبرگان میتواند جلوی کار آقای خامنه‌ای رو بگیره. یعنی فردا اگر خبرگان اراده کنه تحقیق و تفحص در بنیاد مستضعفان، در رادیو تلویزیون، در نهادهای تابع رهبری بشه و به مجلس بگه شما حق دارید این کار رو انجام بدید، ببینید چه اتفاقی چه چیزی جلودارشه برای این کار. من به نظرم الان پشت پرده اینا، چون مسئله اتمی هست، مسئله احتمال تعرض ایران هست در مورد یک حمله نظامی، یه مقدار کوتاه میان. ولی هاشمی الان پیغاماشو حتی به خارج هم داره میده. من اعتقاد دارم که هاشمی الان در واقع فرستادگانش رو این سوی آن سوی دنیا فرستاده، تماسش هم داره با عرب ها که این کارو کرده. سفرش به عربستان سعودی بسیار سفر مهمی بود، رفت حساب دیگری برای خود باز کرد، به سعودی ها گفت جناح اینها اگر ادامه پیدا بکنن جنگ در منطقه خواهد شد، شما هم نابود میشید، بنابراین بیاید از ماها تقویت کنید. و سعودی هم پذیرفتن. جایگاه هاشمی، ملک عبدالله گفت جایگاه دیگری است. و دکتر نوری‌زاده، در ابتدا اشاره کردم به صحبت‌های هاشمی رفسنجانی به مناسبت 20مین سال پذیرش قطعنامه 598. آیا شاهد این هستیم که رفسنجانی میخواهد یک نوع بازنویسی در مورد تاریخ جنگ بکنه، خودش رو بیگناه جلوه بده؟
کسی میگفت آقای فرهودی از نزدیکان آقای هاشمی که رفسنجانی میخواهد با خدا بیامرز و با خاطره خوش از این دنیا بره. این چیزیست که طرفدارانش دارن ترویج میکنن و از یک طرف بنده بر این باورم که ایشون میخواد بیاد تمام اون فصلهای سیاهی رو که نقشی توش داشته یا سکوت کرده، اون کشتار مثلا سال 60 یا سال 67 و مسائلی از این قبیل و همطور جنگ، هاشمی اومده اینا رو دوباره به قول شما بازنویسی کنه که این نقاط سیاه رو پاک بکنه. در مورد جنگ تردیدی در این نیست که هاشمی، محسن رضایی، مرحوم باقر حکیم، اینا کسانی بودن که آقای خمینی رو واداشتن که جنگ رو ادامه بده. اینو دیگه همه میدونن، چه اونایی که مثل احمد خمینی گفتند و مردن، چه اونایی که هنوز زندن. آقای هاشمی حالا میخواد توجیه بکنه که ما چرا جنگ رو ادامه دادیم. بنابراین این بخش از خاطراتش روی این مسئله معطوف خواهد شد. بعد میاد به دوران سازندگی اشاره میکنه، آمار و ارقام حیرت انگیزی ارائه میده که این با فکت‌های موجود نمیخونه. همین مصاحبهش با آقای زیبا کلام، اینا همه حساب شده است. رو ببینید آقای هاشمی رفسنجانی در داخل افرادی مثل آقای زیبا کلام رو داره که مدافعش هستن و تای هر راه میگوین هاشمی. در خارج از کشور افرادی مثل آقای دکتر امیر احمدی داشت که البته ایشون الان هاشمی رو رها کردن، بیشتر متمایل با آقای احمدی نژاد هستن. و این مجموعه ها در واقع هاشمی رو همه جا پرزنته کردن، معرفی کردن در عرصه داخلی و خارجی. یعنی فکر میکنین این کتاب هاشمی بدون رتوش راهی برای وجه سازی برای هاشمی رفسنجانی که از طریق دکتر زیبا کلام این اقدام انجام بدون تا خود شما وقتی کتاب رو خوندید باز یک سوالاتی در ذهنتون ایجاد کرد این کتاب، یعنی مثل خاطرات خود هاشمی هم نبود. هاشمی یه کار دیگه هم میکنه. هاشمی رفسنجانی میدونه که به هر حال 70% از جامعه ایران، حالا نگیم بیشتر، جامعه عرفیه. مردم دوست ندارن این اداها و تظاهرات اسلامی رو. بله. ایشون سعی میکنه خودشو نشون بده یه جوری نه منم مثل شما. مثلا وقتی رفت کره شمالی و خانم مرعشی همسرشو با بچه‌هاش دنبالش برد، عکسشو نشون میده اونجا در کنار رئیس جمهور کره خانوادگی ایستادن. اولین کسی بود از روحانیون که همسرشو برداشت با خودش برد سفر به اندونزی. حالا اخیراً هم آقای احمدی نژاد هم این کارو کرده. ولی هاشمی اولین نفر بود برد. یعنی همسرشو در سفرهای خارجی برد. آخه این کار در از یه آخوند که معنی نداره. یا فرزندان هاشمی عمل کرد و رفتاری دارن که به بچه آخوند نمیخوره. بچه های آقای خامنه‌ای همه این کارا رو میکنن، منتها عمامه هم دارن یا تریش هم دارن. بچه های آقای هاشمی همشون اهل دنیان و از سواری میکنن و در خارج که میان در بهترین هتل‌ها اقامت میکنن. هاشمی میخواد بگه آقا من آخوند نیستم،